من امروز دوست داشتم درباره ادامه صحبت‌های هفته قبل که هفته قبل درباره خدمات داشتای بزرگ در رابطه با جلوگیری از تجزیه خوزستان و چگونه ایشون جلوی عامل بیگانه شیخ خزعل رو که داشت خوزستان قضیه را جدا میکرد گرفت و در رابطه با خدماتشون امروز دوست داشتم درباره میرزا کوچکخان جنگلی صحبت کنم که ایشون هم با کمک بلشویک‌ها داشت تلاش میکرد که گیلان رو و قسمت‌های شمالی ایران رو از ایران جدا کنه و اصلا کلاً تلاش داشت که یک جمهوری سوسیالیستی در ایران بندازه و مدتی است که جمهوری اسلامی به شدت برای اون هم تبلیغ میکنه و از اون یک مسیر شهادت چی میگن مسیر شهادت در راه میهن ساخته که برای من بسیار عجیب البته عجیب هم نیاد باشه چون شما میدونید که تاریخ پردازان جمهوری اسلامی اکثرا از حزب توده هستن و امیدوارم در صحبتام به این مسئله اشاره کنم که چه ارتباطی بین حزب توده تجزیه طلبان حزب دموکرات آذربایجان و بیگانگان و با این آقای میرزا کوچکخان وجود داشته و جالب اینجاست که همین آقای میرزا کوچکخان جنگلی به نظر من یکی از نمادهای ارتجاع نمادهای همبستگی نابرجاوند یا نامقدس سرخ و سیاهه. البته من سعی میکنم امروز توی برنامه سه شعبه در این باره صحبت کنم، یعنی نظر شما چیه؟ حتما عزیزم، حتما در خدمتتون هستم، بفرمایید نازنین. البته من برنامه امروز نه، ولی من یک مسئله هم بعد حدود 10 دقیقه درباره یک مسئله دیگه هم صحبت کنم در رابطه با کل برنامه‌ای که ما اجرا می‌کنیم به خاطر همداری که من با آقای بهرام مشیری کردم، چون می‌خوام شما مستند صحبت کنم. من برای شما خانم عبید ایمیلی خواهم فرستاد. من در سایت forshed.com توهین‌های آقای بهرام مشیری به شخص رضا شاه بزرگ رو با فحاشی‌هایی که بهشون می‌کنه رو آپلود کردم. برای که شما دفعه قبل گفتید خب تلویزیون آیامه علاقه نداره این فحاشی پخش بشه، من این رو در forshed.com فایل فحاشی‌ها رو آپلود کردم، برای شما ایمیل خواهم کرد و شما اگه علاقه داشتید با آقای سعید فتویی بشین مشاوره کنید و اگه سلامتی پخش کنید. صحبت من همیشه مستند. و برای این که من چرا به آقای محمد مصدق السلطنه قاجار و یارانش زیاد صحبت میکنم، من 5 دقیقه تا 7 دقیقه بعد در این باره یک مسئله رو بگم. خانم عبدالرحمن خیلی مهمه، با اجازه شما. خواهش میکنم عزیزم، راحت باشید. دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان عزیز، من یک ایرانی هستم که از نسل سوخته و هر وقت که میام در این برنامه ها که در این رادیو ایران و تلویزیون آلمان من اجازه داشته صحبت کنم، هر وقت که میام روی برنامه به یک نکته من اشاره میکنم و اون بسیار پافشاری میکنم و اون مستند بودن سخنهای منه. و اینکه همیهنان من و نسل امروزین ما باید بیشتر مطالعه کنند، با آگاهی های خودشون نگرن دیگه بیگانگان اونها رو به بیراهه برن. بعد آزادی داشته باشیم، آزادی که با مطالعه و خردمندی تو همه. ما باید این آزادی همون رو جرف کنیم به خاطر این که امروز جنگ الان یه امروز که خود 50 سال در ایران جنگ تبلیغاتی آغاز شده. روانشاد محمد رضا شاه پهلوی آریامهر اریاتون از خانم عبدی عزیز در رادیو ایران یه بار برنامه داشتیم، دو سه بار در رابطه با کتاب پیروزی تاریخی. بله. یادتون باشه اون کتاب رو با هم برای شنوندگان اون رادیو باز کردیم و از روی کتاب دونه دونه با سند به شنوندگان اون رادیو گفتار روانشاد آریامهر رو میگفتیم و جنگی که بین او و دول بیگانه بود برای اینکه ایران بتونه نفت خودش رو دست خودش داشته باشه. و در اونجا گفتارهایی که من و شما با هم داشتیم و آقای توکلی هم با ما بودن اشاره کنم ثابت کردیم که محمد رضا شاه پهلوی در یک جنگ تبلیغاتی شکست خورد. اینو بذارید رو با پوستنده بگم. قادسی دوم یک شکست در این جنگ، ولی این جنگ با تفنگ و مسلسل نبود بلکه این جنگ با تبلیغات بود. و خود روانشاد آریامی هم در مصاحبه‌هاشون گفتن که یک جنگ تبلیغاتی با صدها میلیون دلار در ضدشون انجام شد و
نظر شما چیه خانم عزیز؟ خانم این صحبت رو ما کردیم. بله و شاید که در برنامه‌های آینده بعد از اینکه رجوع به شاه کبیر و محمد رضا شاه صحبت کنیم، ما یک مروری دوباره هم به اون مسائل باید بکنیم. چون در اینجا بینندگان بسیار زیادی هستن و نمیدونن که هنوز ما چه گفتیم و چه کردیم. حتما این کار رو میکنیم و شاید در لابلای برنامه‌ها شاید هر بار یه چند دقیقه هم به گفته‌های اون زمان بپردازیم. خیلی هم باید بدونیم، جوانان ما باید بدونن، خسرو جان باید بدونن که چه شد، چه شد که ما به این روز افتادیم. من سپاسگزار میشم که این کارو بکنی. حتما ازم بخواهم. خانم عبدالله، برای همین هم اصلا مجبورم به این مسائل کوتاه اشاره کنم. بله. و قول میدیم به بینندگان برنامه شما با اجازه آقای سرکوهی با کتاب و سند این مسائل رو ثابت خواهیم کرد. همونطور که در رادیو ایران این کار انجام دادیم و چون شما گفتید حتما این کار تکرار هم خواهیم کرد. و بعد برای کسانی که واقعا صبر و حوصله ندارن دو تا کتاب معرفی میکنم، خواندنش رو توصیه میکنم. یک کتاب پیروزی تاریخیه به اساس 1400 میتونن دارن مطالعه کنن و دیگری کتابی هست از آقای مایک ایوانز به نام جیمی کارتر، لیلو لفت اند ورک چارلز، و اینو به زبان انگلیسی خوندنش رو هر ایرانی توصیه میکنم. جواب ماتیوانس که از نویسندگان به نام و مشهور آمریکا است و کتاب جدید خودشون رو یه سالی اومده که من کتاب رو دارم. در اینجا سند و مدرک با مصاحبه با جاسوسان CIA، ماموران CIA، در با مصاحبه آخرین مصاحبه جنرال هولیوی قبل از مرگشون در سال 96 نوادر اگه اشتباه نکنم، در اونجا با سند و مدرک به شما نشون میده که جنگ تبلیغاتی آغاز شد و محمد رضا شاه پهلوی پوزش بعد اینو گفت مخلوب